یه خط قائم داریم x مساوی ریشه مخرج. ریشه مخرج چنده؟ صفر دیگه. پس x مساوی صفر، این میشه خط قائم من. اوکی. یه خط افقی هم داریم. خط افقیمون y برابر میشه با ضریب x توی صورت تقسیم بر ضریب x توی مخرج. توی صورت ضریب x مون صفره، توی مخرجمون ضریب x مون 1. صفر تقسیم بر 1 میشه صفر. پس اینم شد y مساوی صفر. این خط قائم افقی دقیقاً افتادن روی محورهای مختصات. توی مرحله بعدی چیکار میکنیم؟ میگم آقا بعد بریم آده منهای بسه رو به دست بریم. خوب دقت کنین، آ چیه؟ آ صفر، بی یک، توی مخرج سی ضریب ایکس سی یک و دی هم صفر. آقا آده منهای بسه چی میشه؟ آ که صفره، دی هم که صفره، آده میشه صفر، منهای بی ضرب در سی هم که میشه منهای یک. اوکی، پس آده منهای بسه شد منفی. وقتی که منفی بشه آده منهای بسه، منحنی در ناحیه اول و سوم رسم میشه. خوب دقت کنید، شکلش اینجوری میشه، بین این دوتا خط رسم میشه. پس آده منهای بسه که منفی شد توی ناحیه یک و سه رسم میشه. خوب دقت کنید، یه نکته هم بهتون بگم خیلی مهمه. وقتی آده منهای بسه داره منفی میشه، یعنی در طرفین این خط قائم جفتش نزولیه. ببین اینم داره میاد به سمت پایین، اینم داره میاد به سمت پایین. پس در طرفین این خط قائم این ورش میاد پایین، اون ورش هم باید بیاد به سمت پایین. پس توی ناحیه یک و سه رسم شد. واسه اینکه بهتر درک کنیم بریم سراغ یه دونه مثال دیگه. y مساوی x منهای 1 تقسیم بر منهای x منهای 3. اولا c مخالف صفره، آده منهای بسه هم صفر نمیشه. برای رسم کردنش گفتم دوتا خط لازم داریم، یه خط قائم یه خط افقی. ریشه مخرج چی میشه؟ منهای x منهای 3 رو مساوی صفر بذارم، x برابر منفی 3 میشه. اوکی، این منهای 3، اینم این خط قائم x مساوی منفی 3. یکی بعدی چی میشه؟ یه خط افقی داریم. y چی میشه؟ ضریب x توی صورت رو به ضریب x توی مخرج تقسیم میکنیم. ضریب x توی صورت 1، ضریب x توی مخرج هم منهای 1. 1 تقسیم بر منفی 1 میشه منفی 1. پس این هم میشه خط افقی بعدیمون، y مساوی منفی 1. به 4 ناحیه تقسیم میشه بچه ها. حالا دقت کنید، آده منهای بسه رو بعد برم به دست برم ببینم کجا رسمش کنم. آده منهای بسه چی میشه؟ آ یک، دی منهای سه، یک در منهای سه میشه منهای سه، منهای بی ضرب در سی. آقا بی ضرب در سی میشه یک، توی یه منهای که ضرب بشه میشه منهای یک، اینم شد منهای چهار که کوچکتر از صفره. آده منهای بسه شد چی؟ منفی. پس در اطراف این خط قائم باید بیاد به سمت پایین، یعنی در اطراف این خط قائم باید به صورت نزولی رسم بشه. آده منهای بسه منفی شد، در اطراف خط قائم به صورت نزولی باید رسم بشه. ببین اینجا باید بیاد به سمت پایین، اینجا هم باید بیاد به سمت پایین. اوکی، اینم از رسمه. بریم سراغ یکی بعدی. کرازه بچه ها اگر بخوام اینو دقیق ترم رسمش کنم، ببین این کجا میاد محور y ها رو قصد میکنه. اگر به جای x صفر بذارم صورتش منهای 1 مخرجش منهای 3 میشه 1 سوم. ببین درستش بود که من اینو اینجوری رسمش میکردم. این همیشه از دقیق تر رسم کردن این شکله. این عرض از مبدا و جایی که میاد محور x و y رو قصد میکنه، این خیلی بهتون کمک میکنه. کجا محور x رو قصد میکنه؟ اینو مساوی صفر بذارم، یعنی صورتش باید صفر بشه دیگه. دقیقاً محور x رو داره توی یک قصد میکنه. این همیشه از رسمش. حواستون باشه بچه، این شاخهایی که داریم رسم میکنیم باید بین این دوتا خط قائم قرار بگیره. ببین این خط قائم اینجا، این خط اینجا. پس این منحنی باید دقیقاً بین این دوتا رسم بشه. بریم سراغ یکی بعدی. y مساوی 2x، 2 منهای x تقسیم بر منهای x منهای 1. اولا که c مخالف صفر، آده منهای بسه هم حساب کنیم صفر نمیشه. دو تا خط نیاز داریم. خب بچه ها ریشه مخرج چی میشه؟ منهای x منهای 1 و مساوی صفر بذارم، x برابر منفی 1 میشه. این میشه خط قائم اینجا که x مساوی منفی 1. یه خط افقی داریم. y برابر میشه با ضریب x توی صورت رو تقسیم بر ضریب x توی مخرج میکنیم. ضریب x توی صورت منهای 1، ضریب x توی مخرج هم منهای 1. منهای 1 تقسیم بر منهای 1 میشه 1. پس میگم آقا یه خط افقی هم دارم y مساوی 1.
دقت کنید واسه ای که عاده منهای به سر رو درست حساب کنید خیلی خوبه مرتبش کنید. من این دو منهای x رو می نویسم منهای x به اضافه 2. همیشه حواستون باشه اول x باشه بعد عدد باشه دیگه، ترا واسه که گیجتون کنه میاد جای این دو تا رو عوض میکنه. خب حالا عاده منهای به سر چی میشه؟ آ ضرب در دی، منهای 1 در منهای 1 میشه 1، منهای b ضرب در c هم میشه به اضافه 2 میشه 3 که یه عدد مثبت. وقتی عاده منهای b 3 مثبت میشه یعنی در طرفین این خط قائم باید سودی باشه، یعنی در طرفینش باید بره به سمت بالا، یعنی از این ور میره به سمت بالا از این ور